متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن هم د نورو ښارونو په څیر د خپل د امکاناتو په چوکاټ کې د نشه یي توکو له ناوړه کارونې سره مبارزه کوي. په افغانستان او امریکا کې د نشه یي توکو په وړاندې پرله پسې مبارزه دوام لري. امروز در مورد کسانی صحبت میکنیم که خود بخش امین مبارزه هستند و همچنان در مورد کسانی که قربانی این دام مرگبار هستند. موضوع کاروان امروز ما اعتیاد است. با ما همراه باشید. سلام، تاسو کاروان ګورئ. زه د اوسې لیکې د امریکا غږ له مرکزي سټوډیوګان نه چې په واشنګټن کې دي دا نیم ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. کاروان یوه ټولنیزه خپرونه ده چې نننی ژوند پورې تړلي موضوعات څېړي. په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، قاچاق او د کارونې ناوړه اغیزې دا زموږ د روانې میاشتې یا دسمبر د خپرونو د بحث موضوع جوړوي. کاروان امروز با گزارش از غرب افغانستان آغاز میکنیم. گفته میشه شمار معتادین تنها در ولایت هرات به 70,000 تن میرسه. مقامات مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت مدعی‌اند که بیش از 60% معتادین این ولایت در کشور ایران به دام اعتیاد کشانده شده اند که بیشترشان را جوانان تشکیل میدهد. گزارش از فاروق فیضی. با آنکه از 2 سال به این سو قرار گرفتن هرات در ردیف ولایاتی که کشت کوکنار در آن نزدیک به صفر شده، بهترین خبری بوده است که باعث آرامش روحی و روانی مردم در این ولایت گردیده است. اما شنیدن خبر 70,000 معتاد از زبان مقام های محلی هرات ناراحت ترین خبری است که امروز باعث نگرانی عمیق مردم خاصتاً جوانان این ولایت شده است. آریان سوهیل یک تن از باشندگان هرات میگوید از اینکه شنیدم که در ولایت هرات 70,000 معتاد وجود دارد برایم بسیار درد آور است. من از دولت میخواهم که جلو گسترش این پدیده شوم را بگیرد و الا جوانان بیشتری را به دام خود خواهد کشاند. به نظر من وضعیت روزافزون معتادین به مواد مخدر یک خطر جدیه، بخصوص که در بین از این قشر میبینیم جوانای زیادی به چشم میخوره که یک زنگ خطری هم به مردم افغانستان همچنان به دولت افغانستانه که ما از دولت تقاضا داریم که جلو از این افزایش رو بگیره و همچنان دلایل عمده و اساسی از این فکر میکنم بیکاری، به خاطر رفع بیکاری به جوانا باید زمینی کار را آماده کنند. این تنها آریان ساحل نیست که از افزایش افراد مصاب به اعتیاد اظهار نگرانی مینماید، بلکه خود معتادین نیز از این وضعیت اظهار نگرانی نموده و از دولت میخواهند تا زمینه ترک اعتیادشان را مساعد نماید. از دولت همی خواهش مندیم که جا اعتیار کنه که ما بخوابیم. ما از این به زبی نجات یافیم، از این به بختی نجات یافیم. اگه ما عمل نداشته باشیم چرا ما برن شب بکریا کنار خیابان خواهشیم. اما در حال حاضر تنها موجودیت 70,000 معتاد به مواد مخدر مشکل مردم در ولایت هرات نیست، بلکه افزایش معتادین مصاب به مرض HIV موزل دیگر است که امروزه هم مردم و هم مسئولان صحی هرات را نگران ساخته است. در عین حال غلام جیلانی دقیق رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هرات هم مرز بودن این ولایت را به کشور ایران یکی از عوامل افزایش معتادین در این ولایت عنوان نموده مدعی است. با آنکه معتادین هر روز افزایش می‌یابد، با آن هم در چند سال اخیر چند مرکز درمانی برای تداویشان در ولایت هرات ساخته شده است. در مجموع به سطح مملکت 28% معتادین از کشور ایران آمدند، مهاجرینی هستند که یا به خاطر کار رفتند. 9% معتادین از پاکستان داخل افغانستان شدند. اما در ولایات مرزی مثل نیمروز و فرا و هرات، خصوصا هرات که گذرگاه عمومی رفت آمد مهاجرین به ایران هستند، بیش از 60% اینجا معتادین از کشور ایران داخل شدند.
در حال باشندگان ولایت هرات از موجودیت 70,000 معتاد در این ولایت اظهار نگرانی می نمایند که خوشبختانه در چند سال اخیر در حدود 5 مرکز درمانی از سوی دولت و نهادهای خارجی و داخلی به خاطر تداوی جوانان معتاد در ولایت هرات به فعالیت آغاز نموده که این رقم نسبت به سایر ولایات افغانستان بیشترین مراکز درمانی را تشکیل می دهد. فاروق فیضی، هرات. معتادین بیشتر از همه در معرض مصاب شدن با ایدز مواجهند. اول دسامبر روز جهانی ایدز در جهان است. به همین مناسبت شماره از مردم که در جمعشان معتادین هم بودند در کابل برای بلند بردن سطح آگاهی در مورد ایدز راهپیمایی کردند. همکار ما مصطفی کاکر جزئیات را دنبال کرده. جزئیات شدیم که از دولت بخوایم همه تداوی متادونا سر تا سری کنه. د دغلارن کونکو زیات شمیر روغ دی کسان دی د میتادون د دوا د ورکړې غوښتنه کوي او بل لور ته دوی د پچکاری لاري د ایډز د خپرېدو ویره هم لري چې دا ستونزه په معتادینو کې زیاته ده ځکه معتادین په ډلیز ډول د پچکاری لاري مخدره مواد یو بل ته زر کوي د احمد په نوم یو معتاد وویل که د معتادینو درملنې او له ایډز د خپراوي نه د پوهاوي په برخه کې ورسره مرسته ونیشي نو ویره لري چې هم به معتاد وي او هم به په اچ آی وی اخته وي اولاد هم بدبخته کوره اوس وی غواړو یو نجات پیدا کوره نور به موږ نه څه وکړو کرای به کور ورکړو پیشکاری 3 نفر استفاده کنه مثال زردی سیاه میگیره زردی سفید اچ آی وی ورز اکس بلخوا پام دی ورځ په کابل کې د عامه روغتیا وزارت چارواکي او د نشې توکو پر ضد د مبارزې مسؤلین د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې سره راټول شي وو. د روغتیا په چارو کې د ولسمشر صلاحکار فیض الله کاکړ وویل چې د معتادینو د درملنې او د ایډز مرض د مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. یو معتاد چې درې کاله وخت وغواړي سړی هغه صحیح تداوي کړي د دې دپاره خو ډېر زیات ډاکتران په کار دي ډېرې دواوې په کار دي ډېرې شفاخانې په کار دي او دومره ظرفیت موږ نه لرو نو مهمه دا ده دې څخه یو نتیجه به مهمه دا ده چې زموږ ورونه زموږ خویندې پلرونه کوشش وکړي چې د دوی ماشومان د دوی ځوانان په دې اخته نه سي په دې روژ نه سي دا ډېره مهمه کاسان په افغانستان کې د ایډز ناروغي د نور هیوادونو په پرتله شمیره خورا کم دی خو د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې اوس مهال شپږ سوه شپږ دیرش کسان په هیواد کې د ایډز په ناروغۍ باندې اخته دي او اکثره یې هغه ځوانان دي چې مخدره مواد د پچکارۍ له لارې یو بل ته زر کوي مصطفی کاکړ کابل یوازې احتیاط کولی شي د انسانانو ژوند له بربادۍ سره مخامخ کړي دا چې د ایډز ناروغي ورسره یو ځای شي نور نو هیله له ژوند نه ختمیږي در عین حال کودکان نیز در جمع قربانیان مواد مخدر هستند گفته می شود 60,000 کودک افغان مبتلا به مواد مخدر هستند یکی از این کودکان موضوع گزارش همکارم تانیا کیهان است طفلی که هنوز سخن زدن را یاد ندارد معتاد به مواد مخدر است محمد از طریق شیر مادرش معتاد شده است او با فامیل خود فرسنگ ها راه را پیموده به مرکز نجات آمده است تا از مواد مخدر نجات بیابد. این فامیل باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است. بله. تفلک تانا معتاد به مواد مخدر است؟ حتما چون یعنی ما 27 ساله که معتاد است مادرشم مثلا 5-6 سال میشه حتما یعنی چیز است در جایی که ما میکشیم امی بچه ما ای هم از در جایی بوده مرکز نجات سهولت های زیادی را برای معتادان فراهم کرده تا آنان مواد مخدر را ترک کنند. در گوشه از این مرکز جای برای ورزش و تفریح فراهم شده. معتادان ساعت را درس می خوانند، از سهولت های طبی این مرکز مستفید می شوند و توپ هم تهیه می کنند. هر معتاد 3 ماه را در این مرکز سپری می کند. عارفه جان چی مدت می شه که شما تریاک می خوردین؟ 5-6 سال می شه. خاطر از درد پایه کم کم تریاک میخوردم که امی درد پایه این تسکین جنه مسکی نو آن خورده خورده رفتم یک زمان متوجه شدم که ما مرتد شدم ما یک زمانی فهمیدم که امی روز تر روز رنگزی خراب و خزان شده مرا ازش پرسیدم
پلیس یه دفعه برای ما دروغ گفت که ما نه. آخرش سکوتری ما تریاک میخوریم چون آوی دماغش میامد، آوی چشمش میامد. آخر ما گفتم که تو معتاد شده دیگه، گفتم چند مدت هست. این تقریبا دو نیم سال از ما دروغیکی هم در قایمکی میخورد. افغانستان کشور است با 1 میلیون معتاد. از بزرگسالان گرفته تا اطفال، از زنان گرفته تا مردان، و از پولداران گرفته تا بی پولان به مواد مخدر معتاد شدند. اما مرکزهای زیاده برای کمک به این معتادان وجود ندارد. تعداد از این معتادان در هنگام مهاجرت به کشورهای همسایه و تعداد دیگر در داخل کشور به این مرض مبتلا شدند. موسیقی همان طوره که غذای رو گفتم می شود برای ترک کردن اعتیاد هم مفید است. نجات سنتر در پهلوی زیک سهولت های بیشتر برای معتادان فراهم کرده، زمینه نواختن موسیقی را نیز برای آنها فراهم کرده است. تانیا کیهان، کابل. کاروان، اونیز تلویزیونی خبرونه از شبکه جهانی صدای امریکا. تولنیز معلوماتی او بیلابیل الهام ورکون کی مطلبونه. بعض زبان‌های دری و پشتو از افغانستان تا امریکا. آشنایی لغو کسانو سره چه د خپل تخصص، هنر او د خپل احساس لري په نړۍ کې بدلون رامنځته کوي. کاروان شما را با جهان وصل میکند. په افغانستان کې خزی، ماشومان، زاړه او ځوانان شاوخوا 1 میلیون وګړي پر مخدره توکو روږدي دي. دا چې د دې خلکو د درملنې او د روږدي کېدو د مخنیوي لپاره څه کار روان دی، له کاروان سره د اړیکې په برخه کې بحث پرې کوو. همدا اوس له کابله د رواني صحت د روغتون ترینر او متخصص ډاکټر مصدق نادمی را سره دی. ډاکټر صاحب نادمی، به کاروان خوش آمدید. تشکر. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بیننده‌های عزیز. گفته میشه افغانستان 1 میلیون نفر معتاد به مواد مخدر هستند. میشه کمی در ابتدا در مورد اسباب اعتیاد در افغانستان روشنی بیندازین؟ بله، تشکر. اسباب مختلف است که دست به دست هم داده و بالاخره سبب به وجود آمدن اعتیاد یا وابستگی در نزد افراد در افغانستان شده. این فاکتورها را میتونیم تحت 3 عنوان مورد مطالعه قرار بدیم: عوامل روانی است، عوامل اجتماعی و عوامل بیولوژیک است. عوامل روانی مثلا کسایی که تحمل محرومیت ها را ندارند، کسایی که اعتماد به نفس پایان دارند، کسایی که پرخاشگر است و بالاخره کسایی که اختلالات شخصیت داره و مضطرب هستند و اشخاص وابسته به افسردگی یعنی پرابلم های روانی دارن، اینا زیادتر به طرف امراض مرض اعتیاد یا وابستگی رفتن. در ضمنش عوامل اجتماعی دهی دخیل است. عوامل اجتماعی مثلا امروز کشت مواد مخدر در افغانستان رایج است و همچنان آسان به دسترس قرار میگیره مواد مخدر. مهاجرت ها، فقر، بیسوادی و عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر، اینا در مجموع میتونه حتی جنگ ها عوامل اجتماعی اعتیاد یا اسباب اجتماعی اعتیاد تشکیل بده. و همچنان عوامل بیولوژیک که برمیگرده به خواص خود مواد که شخص از او استفاده میکنه و مسائل ژنتیک، اینا هم میتونه در ایتیولوژی یا سبب شناسی اعتیاد دخیل باشه. بله، برای اینقدر شمار زیاد معتادین آیا خدمات درمانی که وجود داره کفایت میکنه در افغانستان؟ یقینا که